یک هفته در پژواک، جوانی که از دین پدران خود رو برگردد، و بحث هفته قاچاق انسان در ایران. سلام میگم خدمت شما بیننده های محترم برنامه پژواک. برنامه پژواک به طور زنده داره پخش میشه. من هم فریبرس هستم، یکی از میزبان های امروز شما. خدا رو شکر منم ادوین هستم. خدا رو شکر میکنم برای وجود شما و بینندگان عزیز. با 40مین برنامه پژواک خدمت شما بینندگان عزیز هستم. به سلامتی. چرا عدد خیلی قشنگی هست و خوشحال هستیم که 40 هفته هستش که در خدمتتون هستیم. از تشویقای شما سپاسگزار هستیم. بدون تشویقای شما ما نمیتونستیم برنامه رو انجام بدیم، به خصوص تی دو هفته اخیر. ادوین جان، تعداد تماس عزیزانی که تماس گرفتن، بینندگانی که تماس گرفتن و ما رو تشویق کردن و در مورد برنامه‌ها ما رو تشویق کردن، خیلی خیلی من واقعا قلبم شاد هست، چون ما تو این دو ماه اخیر محتوای مدا عوض کردیم. بله. یک طور دیگه داریم برنامه رو به عزیزان ارائه میدیم و دعا میکنیم که مورد نظر و باعث استفاده شما عزیزان قرار بگیره. همونجوری که متوجه هستید، عنوان برنامه، در واقع محتویات برنامه خیلی زنده است، یعنی خیلی ارتباط مستقیم به زندگی همه ما داره، خیلی واقعی تره. درسته که ما در مورد مسائل الهیاتی صحبت میکنیم و خواهیم کرد و بخشایی رو هم از این برنامه رو اختصاص دادیم به مسائل کتاب مقدسی، ولی مسائلی رو بیشتر میخواییم در اون قسمت بحث و گفتگو در مورد صحبت کنیم که قابل لمس هستش و با زندگی ما ارتباط مستقیم داره. بنابراین موضوعی هم که امروز با هم دیگه صحبت خواهیم کرد، عنوان درستش چطور خواهد بود؟ به عنوان قاچاق انسان معرفیش کردیم، ولی بیشتر توی طبقه بندی دیگه قرار میگیره. امروز واقعا میخواد تمرکز بکنیم که این صنعتی که متاسفانه به عنوان بردگی، آدم ربایی در تمام دنیا هست، بخصوص چگونه داره در ایران کار انجام میده و چگونه داره باعث از بین رفتن واقعا ذخیره ها و افرادی باشه که در کشور میتونن کشور رو آباد بکنن. دو مرتبه میخوام در مورد این صحبت بکنیم که چگونه انسان ها دارن روبوده میشن و به عنوان کالا در سراسر دنیا فروخته میشن، ازشون سوء استفاده میشه. بنابراین با ما تماس بگیرید. میدونم که این موزل خیلی جدی توی ایران هست. بله. و میدونم خیلی از عزیزان شما بیننده عزیز ممکنه خودتون یکی از قربانیان این جنایت شده باشید یا کسی رو میشناسید که همچین اتفاقی براش افتاده. دوست داریم که شما با ما تماس بگیرید، نظرات خودتون رو و راهکارهایی رو که ممکنه ما به عنوان کلیسا و ما به صورت خیلی گسترده به عنوان ایرانیان در برابر این مشکل داریم رو با هم دیگه ببینیم، پژوهش کنیم، ببینیم چیه. خب قبل از اینکه به این بخش بپردازیم، ما بخش اخبار رو خدمتتون خواهیم آورد. اخباری رو که امروز من و فریبرز جان روی اول برنامه براتون داریم در مورد اسپیس شاتل اتلانتیس هستش که دیروز روز چهارشنبه از مدار زمین به خود زمین برمیگرده. این شاتل بعد از 25 سال خدمت با آوردن 6 فضانورد به زمین بازنشسته میشه. این فضانوردان همینطور که میدونین قصد داشتن تا ایستگاه بین‌المللی فضایی رو بهبود ببخشن. مقصد به زمین نشستن این شاتل هم فلوریدا بود. جالب توجه هستش که این شاتل 32مین پروازش بود که بعد از 120 میلیون مایل مسافرت به ایسکا برمیگرده. ناسا احتیاج به 2 ماموریت فضایی دیگه داره که بتونه اهداف خودش رو به کمال برسونه و کامل کنه، و اگر کاخ سفید اجازه بده در ژوئن سال بعد این ماموریت اجرا خواهد شد. و جالب است که بدونید که این ماموریت آخر 12 روز طول کشید. بله. یکی از خبرهای دیگه این هستش که میدونید که ریزش نفت خام در خلیج مکزیک توسط کمپانی بریتیش پترول بی پی الان به عنوان یک فاجعه خیلی خیلی بدتر در تاریخ آمریکا. در تمام تاریخ من امروز داشتم میخوندن که قبلا میگفتن که اکسون والدیز، اکسون یکی از کمپانی های نفت آمریکا هست، ایتون باشه 20 سال پیش یکی از این نوای نفتش شکست و نفت خام همه جا ریخت و میلیون ها دلار لطمه زد به طبیعت. ولی از قرار معلوم میگن که این ریزش نفتی که نفت خامی که در خلیج مکزیک در حال انجام شدن هست و 2 هفته است که داره انجام میشه، نتونستن حتی جلوشو بگیرن، در تمام تاریخ یکی از بدترین حادثه هایی هستش که به طبیعت وارد شده. خب اگر موافق باشید با هم به اخبار این هفته توجه خواهیم کرد. جنیفر جان. عرض سلام، من جنیفر هستم و با اخبار این هفته شبکه محبت در خدمت شما خواهم بود.
عبدالکریم سروج متفکر دینی و از منتقدان حکومت ایران که در خارج از کشور به سر میبرد در نامه‌ای خطاب به روحانیون از آنها خواسته است سکوت در برابر حکومت را بشکنند و به آنها پیشنهاد کرده است در غیر این صورت از کشور کوچ کنند تا سکوت آنها به معنی حمایت از حکومت تعبیر نشود. آقای سروش در ابتدای نامه اش در اشاره به نزدیک شدن سالگرد انتخابات ریاست جمهوری می نویسد سال روز قیامت سغرای خلق و نهضت کبرای سبز نزدیک می شود و به انتظار مردم از روحانیون راستین بیشتر. انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه سال گذشته بزرگترین رشته اعتراضات در طول 3 دهه حکومت جمهوری اسلامی را در پی داشت. معترضان حکومت را متهم به تقلب در انتخابات و بر کرسی نشاندن آقای محمود احمدی نژاد به جای آقای میرحسین موسوی کردند، اتهامی که حکومت ایران رد می‌کند. ادوین و فریبرز عزیز. خب همونطور که می‌دونید دکتر عبدالکریم سروش یکی از متفکرین و فرهیختگان جامعه اسلامی هست که کتاب‌های بسیار زیادی رو نوشته. من خیلی از سخنرانی‌های ایشون رو گوش کردم و حدود 1 سال قبل نامه‌ای هم این دکتر سروش خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته بود و از کارهای ایشون نقد کرده بود و گفته بود که جمهوری اسلامی ایران از آرمان‌هایی رو که قبلا زمان آیت الله خمینی داشته خیلی فاصله گرفته و شروع کرده بود به انتقاد جمهوری اسلامی ایران و این نامه دومی هستش، نامه سرگشاده‌ای که این رو خطاب به روحانیون ایران فرستاده که فکر می‌کنم توی خیلی از روزنامه‌ها و روزنامه‌های خارج و توی وبسایت‌ها می‌تونید رو مطالعه بکنید. واقعا اگه اجازه بدین قبل از پالوجن فجان بریم، من فقط می‌خواستم یک نظر خودم سری بدم. ببین جان که ما به عنوان یک ایماندار مسیحی باید بدونیم که واقعا حرف ما بعد دعا کردن باشه. میدونم که نامه‌ها تا حدی ممکن کمک بکنه، ولی من فکر نمی‌کنم هیچ نامه‌ای باشه که بتونه به اندازه حقیقت کتاب مقدس واقعا آرامش خودش رو در ایران بیاره. پس چه بسا که وظیفه ما ایرانی‌ها این باشه که بیشتر در دعا باشیم برای کشور خودمون و برای مسائل اجتماعی و سیاسی. دقیقاً. خدا رو شکر. جنیفر جان. و اما ادامه اخبار. از شما دعوت می‌کنم به گزارشی در مورد پارلمان انگلستان توجه فرمایید. الیزابت دوم ملکه بریتانیا روز سه‌شنبه در مراسم بازگشایی پارلمان این کشور برنامه دولت جدید را اعلام کرد. طرح‌های بزرگ برای اصلاح نظام آموزشی، پلیس، امور بهزیستی و نظام سیاسی محور اصلی اولین نطق ملکه بریتانیا بعد از روی کار آمدن دولت ائتلافی جدید بود. اما او در نطق خود گفت که کاهش کسری بودجه و احیای رشد اقتصادی در صدر اولویت‌های دولت ائتلافی قرار دارد. در نطق ملکه بریتانیا همچنین خطوط کلی از طرح‌های ذکر شد که باعث خواهد شد ورود سالانه مهاجران به بریتانیا از خارج از منطقه اتحادیه اروپا حد و حدود داشته باشد. نطق ملکه بریتانیا انعکاسی بود از مصالحه‌ای که میان محافظه‌کاران و لیبرال دموکرات‌ها انجام گرفته است تا دو حزب بتوانند در باره مشارکت در قدرت سیاسی بریتانیا به توافق برسند. الیزابت گفت برنامه دولت من بر اساس اصول آزادی، عدالت و مسئولیت خواهد. علی شکوری راد روز یک شنبه دوم خرداد بعد از مناظره با وحید جلیلی در دانشگاه علم و صنعت هنگام خروج مورد حمله و هتاکی بسیجیان حاضر در دانشگاه قرار گرفت. به صحنه های از این درگیری توجه فرمایید. مقامات روسیه میگویند در واژگون شدن یک اتوبوس حامل توریستای روس در جنوب ترکیه دست کم 17 تن کشته شدند. ادوین و فریبرز. بله واقعا در این حادثه هستش که بازم چقدر آدم میتونه به محبت خدا پی ببره. ممکن است سوال بکنید چرا در حادثه میشه محبت خدا رو دید؟ چون که نشون دهنده این هستش که چقدر زندگی ماها میتونه سریع در یک چشم هم زدن از بین بره و از بین بریم هر کدوم از ماها.
اجازه بدین تو این فرصتی که داریم برای بازماندگان این حادثه دعا بکنیم و برای خانواده هاشون. پدر جان تو رو شکرت میکنیم که با تمام سختی ها، فشارها و حوادث تلخ و شرارت هایی که در دنیا هستش، یک چیز هرگز تغییر نمیکنه و اون شخصیت قابل اعتماد تو هست و تو رو شکرت میکنیم به خاطر این حقیقت غیر قابل تغییر. دعا میکنم برای بازماندگان این حادثه که در ترکیه افتاده، برای خانواده های کسانی که از دنیا رفتن، دعا میکنم که آرامش تو در زندگی این عزیزان چیره بشه و این عزیزان بتونن آرامش رو هر چه زودتر به دست بگیرن. خداوند عزیز تو رو شکرت میکنم که تو کلیسای خودت رو از هر گزندی حفظ خواهی کرد پدر جان. تو رو شکرت میکنم و در نام مسیح دعا میکنم. دعوت میکنم که به ویدیو کلیپی که در این رابطه تهیه شده نگاه کنید. به گفته مقامات، اتوبوس بامداد سه‌شنبه هنگام عبور از جاده‌ای در استان آنتالیا در ساحل مدیترانه از روی یک پل خارج شد و نزدیک به 15 متر پایین‌تر در کرانه یک رودخانه افتاد. کانال NTV ترکیه گفت راننده اتوبوس پشت فرمان به خواب رفته بود. او و راهنمای ترک تور از جمله کشته شدگان بودند. مقامات می‌گویند کشته شدگان دیگر توریست‌های روس بودند. دست کم 25 نفر از مسافران زخمی شدند. اتوبوس مسافران را از استراحتگاه آلانیا به شهر پاموکال در غرب ترکیه می برد. این نوار ویدیویی محل سقوط اتوبوس را که بر روی سقف خود واژگون شده است با امدادگران که سعی دارند بازماندگان را بیرون بکشند نشان می دهد. دوستان عزیز از شما دعوت میکنم به گزارش بعدی که در مورد سقوط ارزش سهام در بازارهای آسیا و اروپا میباشد توجه فرمایید. نگرانی سرمایه گذاران از بحران بدهی کشورهای حوزه یورو سبب سقوط ارزش سهام در بازارهای اروپا و آسیا شده است. نگرانی در مورد کندی رشد اقتصادی و احتمال ورشکستگی شماری از بانکها در کشورهای حوزه یورو از دلایل دیگر سقوط ارزش سهام در بازارهای مالی اروپا است. شاخص بهای سهام در بازارهای اروپا 2.5 تا 5% کاهش یافته است. بازارهای مالی میلان و مادرید متحمل بیشترین زیان شدند، ولی بازارهای فرانکفورت، پاریس و لندن نیز شاهد کاهش ارزش سهام بودند. در ادامه کاهش ارزش نرخ برابر یورو با دلار، هر یورو 1.22 دلار معامله شد. این بود اخبار این هفته شبکه محبت. در ادامه برنامه ماجرای جوانی که دین پدران خود را کنار گذاشت. دوستان عزیز از این به بعد شما قادر خواهید بود برنامه پژواک رو به صورت زنده بر روی اینترنت دنبال بکنید. ما بر روی فیسبوک، سکایپ و یاهو مسنجر خواهیم بود. آیدی تمام اینها پژواک شو. مشتاق هستیم که با شما ارتباط زنده داشته باشیم. با ما تماس بگیرید. علاقمندان برنامه پژواک، شما می توانید این برنامه را به صورت زنده هر پنجشنبه ساعت 10:30 به وقت تهران تماشا نمایید. همچنین برنامه پژواک 6 بار در طی هفته تکرار می‌گردد. برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفاً با دفتر این شبکه تماس حاصل فرمایید. با برنامه پژواک در خدمت شما هستیم. باز هم سلام و سلام به شما برادران. تو شما خوب گوینده اخبار خوبی داری میشی. آره تجربه کسب میکنه. حدود 40 هفته پیش جنیفر جان میگفت خداوند این جام رو از من بگیر، ولی الان وقتی بهش میگم جنیفر جان در مورد اخبار میخوام نظر بده، میگه نه این مال خود من هست. خدا بهش. ولی واقعا خیلی سخته اینکه بخوایم همه چی خیلی کنترل شده، دقیق باشه و متمرکز باشین در عین حال به همه چی. واقعا سخته. میدونم شما عزیزان به بزرگی خودتون اگر کمبودی هست میبخشید. برای ممنون جنیفر جان که شما داریم همکار عزیز ما هستیم. ما در این قسمت برنامه
معمولا دو تا از سوالهایی رو که شما بیننده ها در طی هفته برای ما فرستادین گلچین میکنیم و سعی میکنیم که اونها رو جواب بدیم. این هفته هم دو تا سوال انتخاب کردیم. ادوین جان من فقط میخوام از عزیزانی که به ما ایمیل میزنم تشکر کنم، مخصوصا برادر عزیزی که به اسم جهان صادق چند روز پیشم ایمیل کردم و سوالای بسیار زیادی حدود 15 صفحه روی هم رفته ایمیل هایی هست که از این عزیز دریافت کردیم. تشکر میکنم، فقط کمی با ما صبور باشی که بتونیم این سوال ها رو جواب بدیم، چون فرصت ها و سوال ها بسیار. پرسش اول با هم دیگه اگر از اتاق کنترل لطف کنن اون رو پخش بکنن خواهیم خوند. روح انسانی مسیح چه بر سرش آمد؟ شاید سوال اصلی این بوده که روح انسانی مسیح پس از مرگ وی بر روی صلیب چه می شود. این قسمت دوم رو خودم اضافه کردم که بیشتر بتونه پرسش رو واضح تر بکنم. خب سوال خیلی خوبی هست، اصلا شما در نکنه، چون ما میگیم که عیسی مسیح 100% خدا هست و 100% انسان هست. پس سوال خیلی خیلی خوبی کردن. ادوین جان میخواد در قسمت شما خواهش میکنم. ما اگر توی ایران بوده باشی، شاید اینجا هم توی خیلی از کلیساها اعتقادنامه نیقیه رو میخونن که عیسی مسیح زمان پنتیوس پیلاتوس محکوم شد و روی صلیب مرد و ما قدیم میگفتیم که به عالم ارواح نزول کرد و الان خیلی جا میگن که بمرد. خیلی نکته جالب توجهی که اگر بهش دقت بکنیم که این به عالم ارواح نزول کرد تا قرن ششم توی اعتقادنامه نیقیه نبود. بعد از قرن ششم به عالم ارواح نزول کرد اومد که این خیلی به قول معروف مقدار ابهامات رو ایجاد میکنه. گروهی مطابق با این اعتقادنامه نیقیه و با قسمت‌هایی که اول پتروس باب 2 آیات 19 به بعد هستش این استناد رو میکنن که عیسی مسیح که بعد از اینکه مرد روح انسانی اون، یه گروهی میگن به جهنم رفت، یه گروهی میگن روح او به عالم مردگان پیش قدیسینی رفت که زمان عهد عتیق مرده بودن، یه گروهی میگه که روح انسانی عیسی مسیح پیش پدر آسمانی رفت. حالا ما این وسط نمیدونیم کدوم رو بدونیم، ولی اجازه بدید این فرصت یک فقط این آیه رو بخونم که عزیزان آشنا باشن به این صحبت. اول پتروس باب 2 آیه 18 میگه که زیرا که مسیح نیز برای گناهان یک بار زحمت کشید، یعنی عادلی برای ظالمان، تا ما را نزد خدا بیاورد، در حالی که به حسب جسم مرد لکن به حسب روح زنده گشت و به آن روح نیز رفت و موعظه نمود به ارواحی که در زندان بودند که سابقا نافرمان بردار بودند هنگامی که حلم خدا در ایام نو انتظار میکشید که وقتی که کشتی بنا میشد که در آن جماعت قلیل یعنی 8 نفر به آب نجات یافت. فقط خیلی سریع چون فرصت هم نداریم اینو بهتون بگم که این یکی از آیات و آیات دیگر در کتاب یهودا و همون کتاب پتروس هم وجود داره که در همین زمینه صحبت میکنه. دیدگاه تاریخی کلیسا، دیدگاه آگوستین و توماس اکوینس این بوده که عیسی مسیح اینجا وقتی که میگه عیسی مسیح به همان روح رفت و به این ارواح موعظه کرد، در واقع روح عیسی مسیح از زبان نوح در زمانی که اون داشت کشتی رو میساخت به مردم موعظه میکرد و داوری و عدالت خدا رو داشت به اونها اعلام میکرد. این دیدگاه تاریخی کلیسا بوده، ولی بعد از اون افراد دیگه بودن که گفتن که عیسی مسیح رفت و به ارواح قدیسین بشارت داد که نجات آماده شده و اونها رو از اون حالت فردوس در میاره و به آسمان میبره. گروهی میگن که عیسی مسیح رفت و فرشتگان شریر پیروزی خودش رو اعلام کرد، گفت من پیروز شدم. و گروهی که البته خیلی کم هستن و جز اون اعتقادنامه مسیح نیست باورشون، میگن که عیسی مسیح رفت به مردگان شانس دوم نجات رو به افرادی که در عهد عتیق بودن رو موعظه کرد. بنابراین این دیدگاه خیلی، این جواب خیلی سریع هستش به پرسش عزیزی که این رو مطرح کردن. مطمئنن باید بیشتر در موردش صحبت کرد و مطالعه کرد. پرسش دوم رو اگر عزیزان پخش کنن از اتاق کنترل با هم دیگه نگاه خواهیم کرد. چرا خدا در همان ابتدا گناه آدم و حوا رو فدیه نداد؟ خیلی سوال عجیبیه. سوال خیلی خوبی هست. ببینیم، من بازم اینو میگم، من با حسی که سوالایی که داره کرده میشه سوالی هستش که میشه براش ساعت‌ها نشست جواب داد. ولی در مورد این قسمت خداوند همیشه خدایی هستش که هیچ وقت جبار نیست، همیشه به ما حق انتخاب رو میده. ولی به ما همیشه میگه که ببین شما حق انتخاب رو داری، ولی اگه انتخاب بی بکنی یاد باشه که داری به اون انتخاب بعد زندگی بکنی. پس ما خودمون خداوند به ما تمام اون قسمت‌های مختلف ساختمان خونه رو داده، میگه حالا هر چیزش ساختی خودت میتونی با اون زندگی بکنی. پس باز هم برمیگردیم سراغ این که چرا خداوند همون اول فدیه نداد. به خاطر اینکه از قبل خداوند به آدم و حوا گفته بود در باغ عدن، وقتی که میخوریم در فصل 1 و 2 پیدایش میخوریم خیلی قشنگ الان خداوند صحبت میکنه، میگه که من بهترین ها رو به تو میدم، حق انتخاب داری که با من بمونی، ولی بازم به تو حق انتخاب میدم که اگه نخوای از این میوه بخوری
از جلال من خواهی افتاد و اگر خواهی افتاد اون موقع بعد با نتیجه یک تصمیم خودت زندگی بکنی و بدون که خطرناکه. از قبل میخوام بهت این توصیه رو بکنم، مواظب باش. ولی انسان به خاطر غرور خودش به حال دیدیم که این کار انجام داد. و ببینید اینو بهتون بگم، ما انسان ها زمانی توبه میکنیم که در سختی بیافتیم. پس بازم برم بگیریم سراغ طبیعت ما انسان ها. ما انسان ها عملا خیلی دیر باور هستیم، همه رو زیر سوال میاریم، هیچ وقت حرف درست حسابی معمولا گوش نمی کنیم مگر که خودمون تجربهش بکنیم. برای همین هستش در دنیای ما اینقدر ذلت و بدبختی و تاریکی زیاده، چون انسان ها خودشون میخوان همه چیز رو تجربه بکنن، هم نیکویی هم بدی رو. پس خداوند میگه که ببین، اگر بخوای تو بدی رو تجربه بکنی، این یک عکس العمل و بازدهی در زندگی تو خواهد گذاشت، جای پای خواهد گذاشت. پس میخواد که ما اون رو بچشیم، سختی رو بچشیم، که وقتی که تاریکی در تاریکی زندگی کنیم، که وقتی که نور بیاد، اون موقع ارزش نور رو برامون داشته باشه. شما هیچ وقت نمیاد به یه بچه 2 ساله اسکناس 100 دلاری بدید، چون ارزشش رو نمیدونه. ولی وقتی که اون اسکناس 100 دلاری رو، 1 دلار رو میدید به یه مرد فقیر، میدید که شام نداره، براش تمام زندگیش هست. بازم حرف ارزش ها و معنویت ها هست. و یکی این که من فکر میکنم اگر از همون اول عیسی مسیح این کار انجام میداد، به قول شما ارزش اون رو نمیفهمیدن و میخواست نشون بده به ما انسان ها که کارهای انسانی ما نمیتونه باعث نجات ما بشه. چه بسا کلانه؟ این فرصت رو داد که تجربه بکنیم. این که شاید این فرصت هم خیلی کافی بود به نظر من، که تا الان هم این فرصت رو تجربه. حرف تمام ما در برنامه پژواک این هستش که این دوست عزیز من، در مسیح فرصتی هست که بازگردیم به اون حالت، با حالتی که در حضور خداوند باشیم. تمام حرف مسیحیت همین هست. و وقتی رسیدیم اونجایی که دیدیم نه، ما نمیتونیم برای خودمون کاری انجام بدیم، کار انسانی ما، برسیم به صلیب عیسی مسیح. من اگر بخوام منم یه جواب کوتاه بدم، اگر بخوایم جواب خیلی صریح بدیم از کتاب مقدس، کتاب مقدس چیزی نداره. اینا همش نظرات شخصی همه ماست. منم میخوام تایید بکنم حرفای شما رو. اول با شریعت میومد تا نشون بده که ما قدرت فدی دادن خودمون رو نداریم، تا بعد فیض معنا پیدا بکنه. و فکر کنم یه جواب دیگه ای هم که میشه داد این هستش که ما بتونیم متولد بشیم، ما وارد دنیا بشیم، تا ما رو هم بتونه نجات بده. بنابراین سوال خوبیه. من میدونم خیلی از عزیزان چنین سوالهایی رو دارن. بعضی از سوالها رو جواب بسیار واضح و صریح توی کتاب مقدس هست و ما اون به اشاره میکنم، آیات رو میخونیم و در موردش توضیح میدیم. بعضی ها فقط نظرات شخصی ما هست، چون کتاب مقدس صریحا در موردش صحبت نمیکنه. بنابراین قبل از اینکه اون پاسخ رو هم بدیم، این رو هم اعلام میکنیم تا شما عزیزان هم برحال بدونی که بر چه اساس داریم این پرسش رو داریم پاسخ بدیم. ولی ممنون برای فرستادن پرسش های زیبای خودتون. خب اگر موافق باشید با هم بریم شهادت زندگی امروز رو نگاه بکنیم، بعد برخواهیم گشت با ادامه برنامه پژواک خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما باشید. خدای من پنام با تو هنها، پنام با تو هنها، بو هیز غلامه که هیچ جوابی به تو هم نکنم. خدای من به تو پنام هم بودم، چرا جواب من نمیدم؟ من کم کم احساس کردم که آرامشم رو دارم از دست میدم و برام خیلی عجیب بود که به عنوان یک کرد ایرانی که رابطه بسیار نزدیکی با خداوند داریم، این آرامش رو دارم از دست میدم و در اسلام چرا این اتفاق میفته. و بعدها متوجه شدم که این اسلام بود که داشت آرامش من رو از من میگرفت و از دست میداد. فرزام در ایران در یک خانواده کرد و مسلمان به دنیا آمد. از دوران کودکی خانواده او آیین اسلام رو به او آموختند و فرزام رو تشویق کردند که با خدا رابطه قلبی داشته باشه. ولی خیلی برای من جالب بود که چرا اسلام و اون پس‌زمینه‌ای که از ایمانم داشتم و رابطه من با خداوند، چرا هیچ صدایی و هیچ جوابی رو من نمی‌شنوم. این باعث شد که کنجکاو بشم. در سال 2004 فرزام برای ادامه تحصیل به عراق رفت. در دانشگاه که دور با هم جمع می شدیم و صحبت می کردیم، از دور گروه بچه های ارامنه رو می دیدم که چقدر شادن، چقدر رابطه بسیار صادقانه و صمیمی تری رو با هم دارن و این برای من خیلی جالب بود. از دور که اونا رو می دیدم، یه حسی، یه نیروی به من می گفت که دوست دارم با اونا دوست بشم، دوست دارم بهشون نزدیک بشم. حس می کردم که اون برای خبرایی هست. باز در اینجا چیزی به اسم اسلام جلوی منو میگرفت.
هدیه‌ای که اسلام به ما جوان‌ها میده ما رو ترسو بار میاره و اون ترس اینه که اجازه به ما نمیده که مقایسه کنیم، اجازه به ما نمیده که خدای خودمون رو، اون چیزی که بهش ایمان داریم و خودمون رو خالق خودمون میدونیم، مقایسه بکنیم با اون چیزی که در خارج از فضای فکری ما قرار داره. نهایتا فرزان با گروه دانشجوی ارامنه آشنا شد و تونست در مورد دین و آیین مسیحیت تحقیقاتی به عمل بیاره و اسلام و مسیحیت رو با همدیگه مقایسه کنه. یک جرقه در وجود من، یعنی در قلب من اتفاق افتاد که حس کردم که اون چیزی که گم کردم اینجا هست. بعد از اون تحولی که در من به وجود اومد و موفقیت رو به رشد من در تحصیل، تصمیم گرفتم که برای دیدار خانواده به ایران برگردم و این موفقیت من باعث کاشتن تخم حسادت در بین دوستام شد و زمانی که برگشتم به ایران، در بعد از ورود به ایران زمینه رو برای دستگیری من فراهم کرده بودن و باعث شد که منو دستگیر بکنن. این مسئله تا جایی ادامه پیدا کرد که عوامل مزاحم مانع ادامه تحصیل فرزام شدند. همزمان با این مسائل بحران‌های خانوادگی فرزام اوج گرفت و نگرانی‌ها و ناامیدی‌ها و غم جایگزین آرامش و امید آنها شد. وقتی مادرم نماز می‌خوند و من داشتم می‌دیدمش، با خودم می‌گفتم که خدایا حداقل اگر ما گناهکاریم، حداقل جواب دعاهای مادرم رو بده که داره غالباً به درگاه تو اومده و چرا هیچ جوابی نیست. تا اینکه فرزام شروع کرد به تماشای برنامه‌های مسیحی تلویزیون‌های ماهواره‌ای و مجدداً جرقه جدید از آرامش در قلب او ایجاد شد. فرزام در پی زندگی بهتر به ترکیه سفر کرد و در ترکیه با دوستان جدید مسیحی آشنا شد. یک روز دوستهای جدید او رو به یک کنفرانس مسیحی دعوت کردند و با وجودی که در همان روز مصاحبه مهاجرتی داشت، شرکت در کنفرانس رو مقدم دونست. اونجا بود که خداوند مهر تایید رو به قلب من زد و به افکار من که واقعیت اون چیزی که دنبالش میگشتم رو در خداوند عیسی مسیح پیدا کردم. اول از همه چیز اون با ارزش‌ترین چیز زندگی رو که گم کرده بودم پیدا کردم، اون هم آرامش بود. امید اتفاق افتاد در زندگی من، چیزی که در سالها بود که من حسش هم نمی‌کردم. بعد از اون که شروع به دعا کردم و در نام خداوند عیسی مسیح دعا می‌کردم، به وضوح لمس می‌کردم که تک تک درها و مشکلات خانواده من داره باز میشه و خنده و آرامش داره به خانواده من برمیگرده. با وجود اینکه من الان در خارج از کشور در یه قالب پناهنده و با تمام مشکلات خاص خودش دارم زندگی میکنم و مشکلات بسیار زیاد هست، اما اون مروارید زندگیم رو دارم، اون امید ابدی رو دارم و پیدا کردم. عیسی مسیح در کنار من هست و اون از من محافظت میکنه و اون رو در کنار خودم حس میکنم. میخوام به تمام عزیزانم بگم که اگر ناامید هستید، اگر دری براتون باز نیست، تنها راه نجات و امید رو میتونید در عیسی مسیح پیدا بکنید و لذت ببرید. به شما میگویم هر که به من ایمان آورد حیات جاودانی دارد. من نان حیات هستم. اینو عیسی مسیح میگه. در ضمن عیسی مسیح میگه اگر کسی از این نان بخورد نمیرد. من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل شده. ای دوست جوان من که در اقیانوس نامیدی و ناآرامی شناوری، زندگی واقعا زیباست به شرطی که در این مسیر کشتی تو حافظ جانت باشه تا بتونی به سلامتی و با آرامش به مقصد برسی. مسیح گفت که من نان حیات هستم، هر کی به من ایمان آورد نمیرد. پس چرا نمیای و مثل فرزام و صدها جوان ایرانی دیگه مسیح رو امتحان بکنی؟ کار من و ما تبلیغ نیست، فقط بیان حقیقته. به طلبید تا بیابید و خوشی شما کامل خواهد شد. اگر بخواید این قدم رو بردارید همین الان و به همین راحتی این دعا رو با من بکنید. ای خداوند، همین لحظه من زندگی خودم رو به دستهای تو میگذارم و میسپارم. دعا میکنم که در نام عیسی مسیح ناامیدی های من و ناآرامی های من تبدیل به امید و آرامش و سلامتی و قوت و شادمانی بشه.
تمام تاریکی ها رو از زندگی من بردار عیسی مسیح. من خودم رو تقدیم تو میکنم، تمام ایده هامو تقدیم تو میکنم و تو بیا سرور زندگی من باش و زندگی من از آن تو باشه. در نام عیسی مسیح، آمین. اگر این دعا رو با من کردید و ایمان دارید که خداوند قادر هستش که در زندگی شما تحولی انجام بده، بدونید که این کار انجام خواهد شد. به امید اینکه امید و آرامش آسمانی همیشه آرامی بخش شما باشه، به ما تماس بگیرید و در مورد تصمیمتون ما رو در جریان بگذارید تا ما هم با شما شادی بکنیم و هم دعا باشیم. عزیزان، پایت خط تلفن ما همیشه در خدمتتون هستم و خوشحال میشیم از شما بشنویم. شاد زی مهرافزون. همه ما آدما وقتی دچار مشکلات میشیم، با هر قوم و ملیت و زبان و باوری به حضور خداوند میریم و از او طلب کمک میکنیم. ولی آیا تا به حال به این فکر کردید که چرا خداوند این مشکلات رو جلوی راه ما میذاره؟ شاید خداوند میخواد فرصتی را ایجاد بکنه تا با ما ملاقات بکنه. خداوند از این مشکلات فرصتی را ایجاد میکنه تا واقعیتی رو برای ما آشکار بکنه و اون واقعیت اینه که خداوند مقدسه و ما گناهکاریم و نیاز به بخشش داریم. اگر تا به الان متوجه این واقعیت شدین، امروز فرصت هست که از عیسی مسیح خداوند طلب بخشش دارین. اون قوت داره و میخواد که ما رو ببخشه. اون شما رو دوست داره و منتظر شماست. بینندگان عزیز سلام عرض میکنم، من فریبرز هستم. من ادوین هستم خدمت شما عزیزان. از شما دعوت میکنیم به برنامه جدید پژواک، محصولی از تلویزیون محبت. بابا داری چیکار میکنی؟ آخه بدون من؟ شما در قفل نکردی؟ از پنجره اومدم. با قرار منم تو این برنامه باشم. خب میتونیم تقسیم کنیم حالا که اومدید. بعضی از جنیفر جان پس خودت معرفی بکنم ببیننده ها رو که اینطور شد. من جنیفر هستم، خیلی خوشحالم که با شما. همونطور که داشتم خدمتتون عرض می‌کردم، چی داشتم میگفتم، به برنامه پژواک خواهش می‌کنم که توجه بکنید، محصولی هست از تلویزیون محبت که از این کانال پخش میشه. در این برنامه گزیده از اخبار جهان، داستان‌های از زندگی‌های تبدیل شده و گفتمان هفته رو به شما عزیزان تقدیم می‌کنیم. این برنامه به طور زنده پنجشنبه شب‌ها به وقت ایران پخش می‌شود. از شما دعوت می‌کنیم که همراه ما باشید. بدون من نباشید. چشم. با برنامه پژواک ادامه میدیم. یادش بخیر اون روز جوان. بله، 40 هفته پیش بود وقتی که آره، ولی خب خدا شکر می‌کنیم که جنیفر واقعا قسمتی از برنامه ما هست. بیننده‌های عزیز، این از ته قلبت گفت. این از ته قلب گفتن، خیلی سریع زیر سوید گفتین رد بشیم بریم. نه واقعا، واقعا خدا رو شکر. حدود یک ده دقیقه پیش وسط برنامه‌ها داشتیم ویدیو نگاه می‌کردیم، من برگشتم به همکارای عزیزم گفتم که واقعا خدا رو شکر توی این 40 هفته ما سه نفر یاد گرفتیم چطور همدیگه رو کامل تکمیل بکنیم. و این یک موهبته. چرا؟ چون کمتر تیم‌هایی هستن در تلویزیون که میتونن به همین راحتی با هم دیگه کار کنن. این 40 عدد خیلی مهمیه. مسیح 40 روز روزه گرفت، ایلیا 40 روز روزه گرفت، دیگه چه شماره‌ای داری؟ 40 سالگی بعضیا هستش. خیلی قشنگه، خدا رو شکر. خب در کنار صحبتی که فایبرز جان گفتن، برای اینکه ناامید نشه عزیزایی که کارهای گروهی دارن، خیلی هم آسون نیست. یعنی خیلی وقت میبره برای اینکه بتونیم به قول من همدیگر رو تکمیل بکنیم، مخصوصا کار کردن با جنیفری که اصلا همدیگر تحمل بکنیم. خب عزیزان توی اینترنت بهتون خوش آمد میگیم. یه عزیزان دستکون بدید برای اعضای توی اینترنت که به ما ملحق شدن از این طریق، عزیزان از طریق تلویزیون و از طریق اینترنت به ما ملحق شدن، سوالهای خودشون رو مطرح میکنن. خدا برکتتون بده. اگر موافق باشید با هم بریم ویدیوی این هفته رو که در مورد قاچاق و دزدی انسان و فروش و سوء استفاده از اونها هست نگاه بکنید. برمیگردیم با هم بحث رو ادامه بدیم. در خط تلفن هم باز خواهد بود. خوشحال میشیم که تلفن‌ها تماس ما بگیرید. از 5 6 دقیقه دیگه خط تلفن هم باز می‌کنیم که در خدمتتون باشیم. مخصوصاً عزیزانی که در این قسمت تجربه‌ای دارن، کسی رو می‌شناسن، خودشون قربانی این سوء استفاده‌های متفاوت بودن، با ما تماس بگیرید، نظر خودتون رو و راهکارهایی رو که به فکر و ذهنتون خودتون میرسه با ما در میون بگذارید. با ما باشید، ویدیو رو نگاه کنیم، برخواهیم گشت بسونیم. پس
پدیده قاچاق انسان در سالهای اخیر به تراژدی غم‌انگیزی تبدیل شده است که قلب هر انسانی را به درد می آورد. آمار سال 2007 نشان می دهد 2.5 میلیون نفر به عنوان برده وادار به انجام کارهایی از قبیل خودفروشی، تبلیغات جنسی جهت بهره برداری های مالی و همچنین سوء استفاده های جسمی و جنسی می شود. این آمار نشان می دهد که سالانه 4.1 میلیون نفر در آسیا و اقیانوسیه، 250,000 نفر در آمریکا، 230,000 نفر در خاورمیانه، 270,000 نفر در کشورهای صنعتی و 200,000 نفر در کشورهای در حال توسعه به قیمت‌های قابل توجهی به فروش می‌رسند. و قابل ذکر است که این موزل تبدیل به صنعتی شده است که با صنایع بزرگی همچون خودروسازی و اسلحه‌سازی در رقابت تنگاتنگ می‌باشد. طبق آمار ذکر شده سنین این برده ها بین 12 تا 24 سال است که بسته به تقاضای خریدار می باشد. در سال 2003 بر طبق آمار اعلام شده از طرف یونیسف سالانه 2.1 میلیون کودک زیر 12 سال جهت انجام کار اجباری به فروش می رسند. قاچاقچیان معمولاً با دادن وعده های واهی، درآمد خوب و زندگی بهتر این افراد را فریب داده و آنها را از کشور خارج می کنند. ولی در مورد کودکان به زور آنها را تا کنار مرز هم کرده و به صورت جاسازی شده قاچاق می کنند. ولی در اینجا سؤالی مطرح می شود که چگونه این افراد با آسانی با افراد قاچاق شده از مرزها عبور می کنند و هیچ شخص و یا نیروی مانع آنها نمی شود. صحنه‌های دلخراشی. خیلی خیلی الان می‌خواستم بگم تاپیکی که این برنامه داره خیلی دلخراش، اصلا فکر کردم بهش آدم رو اذیت می‌کنه. اگر اجازه بدین من یک آمار خیلی کوچیکی در مورد خود ایران بدم. خیلی کلی بود این چیزی که گفتیم، ولی گفته میشه که کشورهای متاسفانه کشورهای اسلامی خاورمیانه و شمال مرکزی و شمال مرکزی آفریقا پیشرو صنعت بردهداری برای بقیه کشورها هستند و ایران جزو کشورهای سومه، در رده سوم قرار داره در این صنعت که اصلا من دلم نمیخواد حتی اسمش رو صنعت هم بذارم. و روزانه بین 10 تا 15 دختر بین 13 تا 17 سال که حتی بعضی وقتا بچه های بین 8 تا 10 سال هم بین اونها هست از ایران خارج میشن. و خیلی جالبه که این خارج شدن این بچه ها بعضی وقتا با پروازهای منظم، پروازهای کسکجول شده هستن که و بعضی وقتا با پروازهای غیر منظم خارج میشن، یعنی پروازهایی که در سکجول نیستن. و خیلی جالبه که چطور این عزیزان با پروازهایی که منظم هستن و میبینیم و خیلی چک میشیم از هر لحاظ وقتی میخواییم پروازی داشته باشیم، ولی به راحتی این کار انجام میشه و این عزیزان فروخته میشن به کشورهای پاکستان، دبی، کویت، آلمان، فرانسه، ترکیه و قطر و اونها رو مجبور به 20 ساعت کار اجباری میکنن و یا همطور که گفته شد برای تبلیغات جنسی و سوء استفاده های مختلف. ما داشتم دیروز آمار رو همونطور که شما نگاه میکردی داشتم نگاه میکردم، تو این آمار میگفتن که 300,000 دختر فراری تو ایران هست و حالا تو این آمار میگفت که 45 دختر و پسر ایرانی روزانه به پاکستان برده میشن و به فروش گذاشته میشن و مورد سوء استفاده های جنسی و کاری قرار میگیرن. و سال گذشته روزنامه یا وبسایت عصر ایران هم گفتش که اعلام میکرد که یکی از، چون میدونه که توی دبی هم این اتفاقات خیلی زیاد میفته، حالا منشأش و دلایلی که باعث میشه که این حالا گروهی به خواسته خودشون اونجا مهاجرت میکنن و این کارها رو انجام میدن و یا گروهی به اجبار اونجا مسافرت میکنن و برده میشن یا حتی دزدیده میشن، خیلی از افرادی که در امارات هستن هم پول خوبی بابت اینها میدن. عرضم به خدمتتون که وبسایت را میگن توی امارات تهیه شده بود که دختران ایرانی رو به نمایش گذاشته بود که برای فروش اگر کسی میخواد ازشون استفاده جنسی بکنه.
و دردناک است به خاطر اینکه با اینکه دولت خیلی جلوی این رو سعی میکنه بگیره و مقاومت بکنه، ولی خیلی از کسایی که در دستگاه‌های دولتی هم هستن میدونم که دستشون در این کار هست و این آماری هستش که بیرون داده شده، نه اینکه فقط حرفای ما باشه، این آماری هست که ثبت شده و در مجامع بین‌الملل این مطرح شده و داشتم اتفاقا گزارش رو می‌خوندم. خیلی از افرادی که نفوذ دارن توی دستگاه‌های دولتی به خاطر نفع‌های شخصی خودشون از موقعیت و نفوذ خودشون استفاده می‌کنن تا یک پولی رو به جیب بزنن در ازای از دست دادن واقعا زندگی و سرنوشت یک کوری. و جریمه‌ای که برای این اشخاص قرار داده شده بود 3 تا 5 ماه زندان بود که این تغییر پیدا میکنه به $243. حالا این میگم گزارش مال حدود 1 سال قبل بود، ولی واقعا جان انسان آیا ارزش این رو نداره که بیستیم و در مقابل این جنایت ها مقاومت بکنیم؟ این مسئله ای نیست که فقط ما مسیحیان باید دخیل باشه، ما به عنوان ایرانیان، شما مسلمانان عزیز، ما مسیحیان، بهائیان و هر گروه مذهبی که تو ایران هست، اینها افراد جامعه ما هستن، اینها ایرانیان عزیزی هستن که به خاطر سودجویی یک سری افراد دارن سرنوشت خودشون و زندگی خودشون رو به باد میدن، جیب یک سری از افراد پر بشه. دقیقاً وقتی کودکان رو مجبور به انجام کارها میکنن، مطمئناً اونجا ازشون نمیپرسن که چه دین، باور و مذهبی دارن، اونجا فقط انسان بودن اونها مطرحه. اینکه یک انسان هم تا که شما گفتین چجوری زندگیش میتونه تباه بشه، یک خانواده چجوری میتونه تباه بشه با اتفاقاتی که روزانه به صورت گسترده داره اتفاق میفته. فرق زیادی هست بین قاچاق انسان و آدم ربایی. ما میدونم که متن برنامه رو نوشته بودیم قاچاق انسان، ولی در حقیقت در مورد آدم ربایی صحبت میکنیم. خیلی از کسایی که دوست دارن که به مورد قاچاقی از ایران خارج بشن یا از کشورهای خودشون به مقصد کشور دیگه خارج بشن، متاسفانه در دامهای این گروههای منظم میافتن که یک همینطور که جنیفر جنگوی صنعت چند بیلیون دلاری هست و در سراسر دنیا متاسفانه شبکه های آدم رباها فعالانه دارن کار میکنن، در ایران هم زیاد هستن. معمولا ما فکر میکنیم فقط بچه ها رو میدازن، ولی حقیقتا هم مردها رو میدازن، هم زنها و دخترها رو، به هم بچه ها رو. مردها رو وقتی که میدازن بیشتر از اینها برای به عنوان کارگری استفاده میکنن و بردگی، چون احتیاج به نیرو و قوت اونها دارن برای کارهای مختلف. زنها و دخترها که میدازن معمولا برای فحشا میدازن بیشترشون رو و سوء استفاده های جنسی، و بچه ها رو وقتی که میدازن برای استفاده های مثل گدایی و یا کارگری و فحشا. بنابراین بچه ها هستن که بیش از 50% کسایی که جنیفر جان آمار رو دادن، گفتن که تخمینا سازمان ملل گفته که هر سال بین 2.5 میلیون انسان از 127 کشور دارن روبوده میشن و سوء استفاده ازشون داره میشه. 70% اینها زن ها و دخترها هستن. بیشتر از 50% اینها زیر سن 18 هستن، بین 12 تا 17 سالگی. و بعضی هاشون که دزدیده میشن میرن پلوی پدر مادرهایی که فقیر هستن، و به خصوص توی چین خیلی فقر زیاده، و میگن که ما به شما پول میدیم مثلا $500 دختر شما را از شما میگیریم. دختر رو میگیرن، اینها رو بهش میرن توی کشتی میگذارن میارن، و توی کشتی که وقتی میذارن میارن توی اقیانوس، خیلی از اینها وقتی که به مقصد میرسن مردن، از بین رفتن و از اینها استفاده میکنن. متاسفانه در ایران ما هم جوانهایی که طغیانگر هستن از خانه هاشون فرار کردن، اینها خیلی سریع در دام میافتن. جوانایی که در اعتیاد هستن معمولا تومه خیلی خیلی خوبی هستن. چرا؟ چون که اونها احتیاج به پول دارن برای اینکه بخوان عادت خودشون رو و اعتیاد خودشون رو تکمیل بکنن. و دیگر کسانی هستن که از نظر فکری دزدی میکنن، دقیقا میان اونجا میرن توی بحری، مثلا یک خانواده ای که مثلا 4 تا دختر داره، 4 تا بچه داره، بچه کوچولو داره، و میان با گول زدن اینها رو ازشون چیزای مختلف میدازن. بچه یه داستان خیلی جالب براتون میگم. حدود 7-8 سال پیش بود، من توی مطبم که توی یک شهری هست در کالیفرنیا داشتم کار میکردم و یه دفعه صدای پای خیلی خیلی آدم زیادی اومد که رفتن از پله ها بالا. ما طبقه اول بودیم ولی ساختمان حدود 5 طبقه بود. طبقه بالا طبقه پنجم، اونجا از قرار معلوم اتفاقی که افتاده بود، یک کلینیکی باز کرده بودن، کلینیک ماساژ و تراپی بود، و اونجا توی همین شهری که هستیم، اونجا یک گروه چینی بودن که دخترای چینی رو که می آوردن به عنوان بردون چیزا برای فحشا،
ولی در قالب ماساژ و فیزیوتراپی در دست مشتری ها میگذاشن. من اصلا نمیدونستم اونجا توی اون ساختمان مطب های مختلفی بودن. ولی اون روز یعنی ما دیدیم که از اداره پلیس ریختن و ماشین های پلیس اومدن و یعنی ریختن و ریختن طبقه بالا و اونجا رو گرفتن. حدود 7-8 تا از این دخترهای قد و نیم قد کوچولو رو آوردن بیرون. من وقتی که نگاه کردم تعجب میکردم، همه ریخته بودن توی خیابون و بعدش فهمیدیم که اینها یک شبکه بودن از آدم رباهای چینی که دخترهای چینی رو میبردن اینجا و بهشون میگفتن که شما اگر به ما تن در ندید و کاری که بهتون میگیم انجام ندید یا خانواده هاتون رو سربنیست میکنیم در کشورتون یا اینکه شماها رو میکشیم و اینها میگفتن شما مثلا به اندازه 20,000 دلار بعد مشتری جمع بکنید خودتون رو بفروشید تا خرج بدید ما تو رو آزادت بکنیم. بعدش چه این مسیر اینها رو به مواد مخدر معتاد میکردن که حتی وقتی که 20,000 دلار رو درآمد میدادن انقدر به اینها وابسته بودن به خاطر اعتیادشون که مجبور بودن ادامه بدن به این کار. سنشون هم اتفاقا اینا مدت طول زندگیشون هم خیلی کم هستش به خاطر مریضی هایی که میگیرن و فشارهای روحی و جسمی که بهشون وارد میشه. متاسفه بگیم که اینا فقط توی چین اتفاق نمیفته، اینا فقط توی تایلند اتفاق نمیفته، اینا کشورهایی هستش که اسم در کردن به قول معروف، ممکنه آمار خب خیلی بالا هستش، کشورهایی هستن که در این قسمت جنایت‌های زیادی میشه، ولی ایران ما هم توی این قسمت یکی از کشورهایی هستش که هم مقصد این مسائل هست، از کشورهای دیگه به ایران میاد، هم از ایران میره به کشورهای پاکستان و دبی و همین که یک مسیر ترانزیتی هست برای خیلی از این افرادی که از کشورهای دیگه رو بوده میشن از طریق ایران به جاهای دیگه میرن. و سوال اینجا شاید مطرح میشه که ما به عنوان ایرانی مذهب رو یک لحظه بگذاریم کنار، ما چه باوری داریم نسبت به مسائل مذهبی خودمون؟ برای هر یکی از ما اگر به مذهب خودمون متعهد هستیم این تعهد رو هم داریم که به هم‌نوع خودمون کمک بکنیم. ولی واقعا ما به عنوان ایرانی آیا وظیفه‌ای نداریم که جلوی این جنایت‌ها رو توی کشور خودمون بگیریم؟ شما مسلمان عزیز، شما برادر خواهر زرتشتی عزیز، شما ای برادر مسیحی، شما هر عزیزی که هر دینی دارید میدونید که این اتفاقات توی ایران میفته، شاید شما شاهد این جنایت‌ها در محل خودتون هستید، در بین فامیل‌های خودتون هستید، در جاهایی که به هر حال اینا پوشیده نیست حداقل از چشمان شما، شما چه آستینی بالا زدید؟ شما چه خدمتی به ملت خودمون کردید؟ آیا واقعا میتونیم خودمون رو یک مسیحی واقعی بدونیم و چشمان خودمون رو به این مسائلی که اتفاق میفته ببندیم؟ شما میتونید خودمون رو مسلمان خودمون بخونیم یا زرتشتی بخونیم، ایرانی خودمون رو بخونیم و چشمون رو ببندیم به این مسائل؟ ما چطور میتونیم اصلا خودمون رو یک انسان خطاب بکنیم وقتی که بدونیم که یک همنوع خودمونم ایرانی؟ الان دخترای ایرانی همین الان دارن توی امارات فروخته میشن. درست. فرق نمیکنه از چه مسئله باشن. من یادتون میاد زلزله بم؟ بله. من اولین باری که فهمیدم که فاجعه آدم ربایی چقدر در ایران چیز فجیعی هست زمانی بود که در زلزله بم خیلی از این بچه‌هایی که یقین شده بودن بله. از قرار معلوم اومده بودن مفقود شده بودن، یعنی در عرض یک دو روز تمام بچه‌هایی که اونجا بودن مفقود شدن. این اتفاق بله. تو هایتی هم افتاد. درست. این زلزله‌ای که تو هایتی اتفاق افتاد خیلی از بچه‌ها رو این افراد از این موقعیت بعد استفاده می‌کردن و اینها رو می‌دوزیدن. بله. و یکی از وظایف ما اینه به عنوان یک انسان که آگاهی بدیم، روشن بکنیم که چه داره می‌گذره اطراف ما، در کشور ما چی داره می‌گذره و وظیفه ما اینه که همدیگر رو آگاه بکنیم. به نکته خیلی خوبی فریبرز اشاره کرد که همینجا توی مجله‌های ایرانی که من امروز خیلی دلم می‌خواست بیارم نشون بدم ولی عکس مناسبی نداشت که بخواد جلوی دوربین پخش بشه، به اسم سالن‌های ماساژ، ولی عکسایی که گذاشته میشه کاملا مشخصه که نمیتونه یک سالن ماساژ معمولی باشه و به فارسی توی مجله‌های فارسی نوشته شده. خب مسلماً این عزیزانی هم که اونجا هستن ایرانی هستن و کسایی هم که مراجعه میکنن باز ایرانی هستن اونجا و وظیفه ما اینه که آگاه کنیم. عزیزان آگاه باشین، کجا میرین مجله‌ها رو نگاه بکنین و توجهتون رو خیلی بیشتر بکنین نسبت به کودکانتون و اطرافتون. تعجب نکنیم وقتی که این جنایت در کشور ما اتفاق میفته و ما ازش حمایت بکنیم، حتی با جلوی اونها نایستادن کشور ما دستخوش خیلی از شرارت ها و زحمت ها بشه. برحال خداوندم به قوم اسرائیل گفت اگر شما رو من وارد این سرزمین کنعان بکنم، اگر گناهان اونها رو تکرار بکنی زمین شما رو قی خواهد کرد، شما رو پس خواهد داد. چقدر ما به خاطر وطن خودمون باید مواظب باشیم تو مطابق قوانین خداوند رفتار بکنیم. تلفن ها رو با هم بگیریم. عزیزان تلفن ها باز است، میتونید با ما در تماس باشید. حسین عزیز از اصفهان صدای شما رو میشنویم، بفرمایید.
دوست عزیز روی خط هستیم، بفرمایید. الو الو، بفرمایید حسین جان، میشنویم صدای شما. الو سلام علیکم، خسته نباشید. سلام، مرسی. شما خسته نباشید، شبتون خوش. من یک مسلمان هستم و بعضی اوقات برنامه‌های شما رو می‌بینم و خواهشی که از شما دارم اینه که اجازه بدید در مورد این مسئله، موردیه که خودم شاهد اون بودم و خودم با چشای خودم مواردی رو دیدم، بیان کنم تا به عزیزانم به حقیقت مسئله پی ببرن. بفهم. من وقتی که تو یکی از شهرهای کشور ایران زندگی میکنم و تو یکی از خیابونها متوجه شدم که تو یکی از مراکز تجاری کارن دارن یواش یواش بعضی از دخترانو جمع میکنن واسه قاچاق به کشورهای همسایه، ولی خوشبختانه بعد از مدتی متوجه شدیم که این شبکه توسط نیروی انتظامی ایران منهدم شده. آفرین. در ضمن یک در مورد آماری که اون خواهر گرامی اول برنامه ظاهرم فکر کنم بیان کردن. الو بله بفرمایید. در مورد قاچاق دختران به پاکستان که گفتن 40,000 نفر روزانه قاچاق به پاکستان میشن. 45 نفر. خواهش من. الو بله 45 نفر. 45 نفر نه 45,000 نفر، 45 نفر. 45 نفر که روزانه به پاکستان یا کشورهای دیگه قاچاق میشن، خواهش میکنم آماری رو بدن که به واقعیت داشته باشه، یا مثلا ایشون اومدن ایران رو تو ردیف سوم معرفی کردن. این آماری نیست که برادر خوبم، این آماری نیست که من داده باشم. اگر به اینترنت مراجعه بکنین، به گوگل و سایت های مختلف میبینین که این آمار سازمان ملل. و سازمان ملل آماری که از اونجا داده شده. این آماری نیست که ما از لحاظ دیدی. خواهرم من یه سوالی دارم از شما. بیشترین آماری که الان در مورد سوء استفاده های جنسی تو کشورها اتفاق میفته مال کدوم کشورات؟ مال کشور ایرانه یا مال کشورهای دیگر؟ حسین جان اجازه بدید من یه چیز رو بگم. حسین جان کشور ایران، ما هر کشور دیگه ای که توی این قسمت توی صدر اول باشه ما باش کاری نداریم. ما دردمون برای ایرانه. حالا کشور ایران میخواد ردیف سوم باشه یا دهم باشه، سوال ما، پرسش ما اینه که چرا بعد این اتفاق بیفته، چرا بعد این شرارت ها و جنایت ها اتفاق بیفته. اون رو یک لحظه فراموش بکنید، نگاه کنید به دردی که الان توی جامعه وجود داره. معذرت میخوام برادر عزیزم، شما اومدید کشور ایران رو ردیف سوم قرار دادید در حالی که سوء استفاده های جنسی تو آمریکا، فرانسه، لندن، هر جای دیگه خیلی بیشتر. بله بله مطمئنم هستش. من خیلی درست میفرمایید، فکر میکنم سوء تفاهم میشد. ایشون فرمودن گفتن کشورهای اسلامی خاورمیانه، دارن در بین خاورمیانه، کشورهای درسته. اسلامی خاورمیانه میگن در بین کشورهای اسلامی خاورمیانه ایران ردیف سومه، ولی در تمام دنیا فرمایش شما درسته. بله. کشورهای دیگه هستن. بله. در خود آمریکا که ما هستیم چقدر فساد و فحشا زیاده، وحشتناکه. ولی بازم برمیگردم سراغ صحبت ادوین جان، مهم نیستش که ما حالا در خاورمیانه سوم باشیم یا صدم باشیم، حرف این هستش که الان انسان‌ها، خواهر و برادرای من و شما، دوست عزیز من، اینها درشون سوء استفاده میشیم. ما به عنوان یک انسان هم نوع چگونه با دیدهای مختلف، با مذاهب مختلف، چگونه میتونیم دست به دست بدیم جلوگیری بکنیم از این حجایه. حرف ما اصلا زیر سوال بردن کشورمون یا توهین به کشورمون ایران نیست. ایران وطن ماست، ما در اونجا به دنیا اومدیم. اگر دلیل این که امروز این برنامه رو داریم و در مورد این موضوع صحبت میکنیم به خاطر اینکه دل ما آدم به درد میاد و به عنوان کسی که حداقل یک فرصتی داره، یک مایکروفونی دستش داره، ما حداقل خودمون متعهد میدونیم که در مورد صحبت بکنیم، این رو اعلام بکنیم، عزیزان بدونن که همچین چیزهایی در ایران اتفاق میفته. بله. وحید عزیز از ایران، شما روی خط هستید برادرم، بفرمایید. سلام. سلام. سلام بر شما. سلام. بفرمایید برادرم. تشکر میکنم از برنامه‌تون. من یه عرضی داشتم، البته در مورد خبر چیز خاصی نمیخواستم بگم، چون من اونجوری که هموطنان خودم رو میشناسم تو عرض این چند سال 20-30 سال خیلی از مطالب و خبرها رو شنیدم. اینجوری احساس میکنم که بیشتر از این که اون مطلبی که میشنون براشون مهم باشه،
این براشون مهمه که این کسی که این مطلب رو داره نقل میکنه انگیزش چیه. ایه. و خدا رو شکر که تو این مسئله واقعا استاد شدم هموطنان من. حالا میخوام از این مسئله بگذرم. فقط شما مثل خود من جوان هستین، اگه جسارت نباشه یه توصیه برای شما داشتم، یه عرض کوچیکم داشتم اگه اجازه بدین. بفرمایید. توصیه‌م این بود که البته جسارت نباشه، شما به عنوان هموطن من خودتون رو معرفی میکنین، من احساس مسئولیت میکنم در این زمین یه چیزی به شما بگم. اونم اینه که ما باید سعی کنیم که واقعا آزاد باشیم، آزاد از خیلی چیزها باشیم، واقعا طوری باشیم که یه طور دیگه از ما استفاده نشه، از حرفامون. حالا مثلا شما در کشور آمریکا هستید یا مثلا یه کسی دیگه توی کشور دیگه است، الان دیگه قدرت های استعماری و استثماری رو همه دارن میشناسن، سیاست هاشون هم کاملا لاغل مردم ایران دارن میشناسن، میدونن که چطوریه. میخوام بگم توصیه‌م این بود که شما طوری نباشین که مردم شما رو هم توی همین جرگه قرار بدن. از این مطلب بگذارین، یه مطلب کوتاهی که داشتم این بود که این برنامه شما، من اینشو دوست داشتم که یه برنامه دینی، حالا به قول شما دین نه، آینی و الهیه، این برای من دوست داشتنی بود. اگه میخوایم برنامه همینجوری باشه و واقعا برای تبیین مسیحیت باشه، برای تبیین یه آیین الهی باشه، واقعا سعی کنیم همه برنامه‌مون وقتی کسی نگاه میکنه این به نظرش بیاد. مثلا ما اگه میخوایم یه دینی رو رد کنیم، با فیلم و مثلا خبرهای زشت و یا مثلا اینجور چیزا به نظر من درست نیست که بخوایم تضعیفش کنیم. همین که ما نظرمون و اعتقادمون رو بیان کنیم، دین خودمون رو تبیین کنیم و اگر سوالی از دین مقابل داریم واقعا بپرسیم ازش، و این تحمل هم داشته باشیم که اگه یه کسی در مورد دین ما سوال میکنه قشنگ جوابشو بدیم. الان این برنامه شما امروز به نظر من اومد که شاید شما در جوابگویی به سوالاتی که از دینتون میشه احساس میکنین که شاید مثلا قانع کننده نیست برای مخاطباتون، به خاطر این اومدین از این طرف بخواین جبران کنین، کار درستی نیست. من مرسی. به عنوان یه مسلمان حاضرم شما هر سوالی که از دین من دارین، درسته من یه دانشجو هستم، شاید اطلاعات کافی هم در مورد دینم نداشته باشم، ولی دینم رو اگه کامل نشناخته باشم بهش ایمان نمیارم. حاضرم شما هر سوالی دارین به راحتی از من بپرسین. وقتی که هم که من از شما یه سوالی میپرسم در مورد دینتون، انتظار دارم منطقی باش برخورد کنی، یه سوال جواب قانع کننده بدید سوال من بدین، نه اینکه بخواید از جای دیگه از طریقهای دیگه جبران کنید. بایی جان اجازه بدید یه توضیح هم در مقابل اون فرمایشات شما داشته باشیم که به هر حال فکر میکنم یه قسمت هایی رو احتیاج هست که بیشتر روشن‌تر بشه. ببینید من خیلی ممنون هستم، نکات مختلفی شما خیلی قشنگ برای ما گذاشتید و گفتید. قبل از هر چیز انگیزه ما واقعا یک انگیزه ای نیستش که بخوایم بیایم و بگیم که بخوایم ایران رو خرد بکنیم، بخوایم با استثمار کننده ها در یک قالب باشیم، توی یک ظرف از یک ظرف غذا بخوریم. نه، ما به خودمون ایرانی میدونیم، هر چه ایرانی که باشه ایرانی هست، ما خودمون ایرانی میدونیم و ما نمیگیم که ما از دیگر انسان ها برتر هستیم. پس بنابراین دید ما این هستش که هم نوع و هم خوب خودمون رو دوست داریم. فرمودید که ما تیم برنامه بیام آیین الهی رو ارائه بدیم و چه ببینیم در مورد چیز مختلف صحبت میکنیم که اگه در این وا میمونیم از یه جای دیگه بیام بیرون. نه، تلویزیون محبت یک برنامه‌ای هستش که تلویزیونی هستش که درش آیین الهی، تعلیمات مسیحیت به راحتی داده میشه. بیش از 90% برنامه‌هایی که در عرض 24 ساعت و در عرض هفته در برنامه محبت داره پخش میشه، آشنایی با آیین و دین مسیحیت و طریق زندگی و پیغام مسیح هست. ولی این برنامه که ما داریم متفاوته. بنابراین شاید شما دوست عزیز متوجه نشده باشید که برنامه پژواک هدفش چیه. اینا من خیلی سریع خدمتتون عرض می‌کنم. برنامه ما فقط این نیستش که بیایم انجیل رو بیاریم و بگیم که در انجیل چی نوشته. نه، ما میایم مسائل اجتماعی رو، چیزی رو که هر روزه هر کدوم از ماها مربوط به ملموسه و باهاش زندگی می‌کنیم، اینها رو میاریم جلو، در مورد صحبت می‌کنیم و میگیم که چه چیزی هستش، چگونه ما به عنوان انسان‌ها میتونیم با این روبرو بشیم و این مسائل رو حل بکنیم برای هم دیگه. آخر سر هم میگیم که دید عیسی مسیح در این مورد مسئله چی هست و ما به عنوان یکی مسیحی چگونه میتونیم با مسائل اجتماعی روزانه روبرو بشیم. پس انگیزه ما این نیستش که بگیم حالا چون که در موندیم از جواب دادن و خودمون رو بخوایم بگیم که ما این هستیم اون هستیم، مسائل اجتماعی وریم. مثلا برنامه پژواک
نو و فرم برنامه پژواک این هستش که ما مسائل اجتماعی میاریم و عملکرد زندگی روزانه رو در تطابق با آیین و گفته های مسیح رو بیان میکنه. البته این دوستای عزیز حق دارن، این مطلب انقدر دلخراشه که آدم دوست داره اصلا در موردش صحبت نشه، ولی راه حل این نیست که در مورد مسائلی که شاید دلخراشه و حتی در کشور ما هم وجود داره به نوعی، حالا به هر درصدی در هر رتبه‌ای اونها رو کتمان بکنیم، باید در موردش صحبت بکنیم. اگر از لحاظ کتاب مقدسی راهی باشه در موردش صحبت بکنیم، از لحاظ انسانی راهی باشه در موردش صحبت بکنیم، ما به شما حق میدیم. درسته این موضوع خیلی دلخراشه و خیلی خوشه همیشه در مورد چیزهای خوب صحبت کردم، ولی لازمه در مورد اینها هم صحبت بشه. منم اگر بخوام در راستای صحبت‌های عزیزان هم بگم، این هستش که ما عبایی نداریم از اینکه سوال از کتاب مقدس باشه. اون چیزی رو که بدونیم و فهم و درکمون از کتاب مقدس باشه در پاسخ پرسش شما خواهیم داد، همون تو یک بخشی از برنامه‌مون به پرسش‌های شما تخصیص دادیم و اگر زنگ می‌زنید با ما صحبت می‌کنید تو این قسمت هم سوال‌های شما رو پاسخ می‌دیم. بنابراین من فقط می‌خوام تایید بکنم این صحبتی که فریبرژان گفتن. ببینید، ایمان مسیح ما فقط یک باور انتزاعی، یک چیزی توی هوای ابسترکت نیست. ما توی زمینی زندگی می‌کنیم، خدمت شما در اول برنامه هم گفتم که زندگی ما زندگی واقعیه، با چالش‌های واقعی زندگی با برخورد می‌کنیم روزانه. ما باید بگیم در برابر این مسائل وظیفه من به عنوان یک مسیحی در برابر این مسائل چیه، مسئولیتم چیه در قبال اجتماع، در جایی که دارم زندگی میکنم، این سختی ها و مشکلات و تنش ها رو میبینم چطور باید برخورد بکنم. فکر میکنم یک دیدگاه بیشتر کاربردی رو میخوایم اینجا معرفی بکنیم در کنار مسائل الهیاتی که حتما بهش وقت بیشتری خواهیم داد. و یک سوء تفاهم هم که شاید بشه، ما هر وقت در مورد موزل های تو ایران، مخصوصا عزیزانی که خارج از ایران هست صحبت میکنن، یه مقدار اولا میگن که شما خارج از ایران هستی، شما اجازه صحبت به این مسائل ندارید، و دوم فکر میکنن که داریم ما عقاید و ادیان دیگر زیر سوال میبریم. اصلا ما در مورد دینی صحبت نمی کنیم، ما در مورد مشکل اجتماعی کشور ایرانمون که احتیاج هست بهش رسیدگی بشه نگاهی داریم. مرتضای عزیز از کرج شما روی خط هستی، بفرمایید برادرم. الو، سلام. سلام مرتضا جان، شبتون بخیر. انقدر دیر شد شکلات دهنم در میارم. بذار با شکلات بخور، با شکلات صحبت کن. مرسی، با سبرای سبرتون در خدمتون. ضعفم کرد، نه میگن ضعفم کرد، اصلا شکلات داشتم بکنم. شیرین کام باشید همیشه. بفرمایید. حتی از موضوع خیلی قشنگتون تشکر کنم. البته منم با نظر شما موافقم، البته یه جوری بیان بشه که این موزگیدا گرفته نشه، یه جوری شما هم جوری جوری این بیننده با. ولی خب من در دوسته با هر قاچاقی واقعا هم متاسفم هم مخالفم، تو هر جوری دنیا هم باشه، واقعا شأن انسانی دور از اینه که بخواد قاچاق بشه یا به اون مثل کالا برخورد بشه. از این هم خوشحالم که به عنوان مسیحی شما نگرانی، واقعا خیلی خیلی نگرانی خوبه. تا ما هم به قول شما باید یک کاری کنیم، آستین بالا بزنیم که بتونیم در هر دین و آیین هستیم اعمالی که علیه انسان‌ها داره انجام میشه رو جلوشو بگیریم. من می‌خواستم نمونه‌هایی که و شاهد اون بودم از رسانه‌ها اشاره کنم. نمونه‌هایی که اون جدیدم گفتن، نمونه‌هایی که باعث روبوده شدن و قاچاق انسان‌ها و حتی قاچاق اعضای بدن کشته‌های اون میشه. بله، می‌دونید الان سه ساله که یه عده به دست یه عده دیگه بارها مرتکب مورد تجاوز قرار گرفتن، خونه هاشون خراب شده، کشته شدن. حتی این نویسنده سوئدی تو دو تا مقاله اینا رو محکوم کرد که قاچاق اعضای بدن اینا رو داشتن. و متاسفانه با اینکه رسانه شد سطح دنیا، شما مشکل فقط ایران و هایتی و اینا نیست، الان یه ملت 63 ساله دارن این برخورد باهاشون میشه، ولی متاسفانه نهادهای بین‌المللی هیچ برخوردی نمیشه. کاش میشد. و منم البته به آقا داریوش قول دادم یه خبر ورزشی بگم، چون بحثا اینجوری شد من معطل بودم این حرف رو یادم اومد. خیلی وقت اینم که تیم بسکتبال ایران وارد یک چهارم نهایی شده، تیمش سال قبل قهرمان شده، انشالله امسال هم دوباره قهرمان بشه. اما در رابطه با مللش که گفتید باید چیکار بکنیم، خودتون تو صحبتات تو خیلی خوب اشاره کردید که علل اینجور رفتارها چیه که قاچاق انسان صورت میگیره. من به نظرم همونطور که خودتون گفتید یکیش فقره که میرن در خونه ها و مجبور میشون تا بچه بچهش رو بفروشه، یکیش
تمام ما انسان هست که متاسفانه به خاطر پول تن به هر کاری میدیم. یکیش سودجوی دیگرانه که این هم شاید ریشش تو تمام باشه. شاید اینا همه دست به دست هم میده که تو هر گوشه دنیا ما شاید جنایتی علیه انسان ها باشیم. درسته. یه پیشنهاد بدم آخر صحبت هم و بیشتر دیگه مدامتون نشن این که اخبار اینا به طور نقل بشه که این موضعگیری ها نباشه که برنامه شیرینتون شیرین بمونه. ممنون از تماستون. برای تاکید حرفای شما این که ما حتی گزارشی در مورد اتفاقاتی دیدیم که اینجا میفته، اگر داستانی رو که فایبرز عزیز تعریف کردن همینجا اتفاق افتاده بود، یا اگر من در مورد مجله هایی صحبت کردم که به اسم ماساژ اتفاقاتی میفته درش، همینجا اتفاق میفته. یعنی ما حتی در مورد مسائلی که اینجا اتفاق میفته صحبت کردیم. ما اصلا به هیچ جمعه حرفمون نیست که فقط در ایران این اتفاق میفته، ولی خیلی قشنگ توضیح دادیم برادر عزیز. خیلی ممنون از تماستون. تلفن رو باز عزیزان، میتونید با ما تماس بگیرید در همین راستا. اگر صحبت هایی دارید، نظراتی دارید، با ما در میون بگذارید و اگر سوال چیز دیگه هم از کتاب مقدس باشه، بعد از اینکه این بحث رو تمام کردیم میتونیم به اونها هم بپردازیم. خب فرصت کمی داریم تا عزیزان به ما ملحق میشن از طریق تلفن. من می‌خواستم یکی دو تا آمار با شما عزیزان بزنم در میون بذارم. پس میام از قالب ایران درش میاریم الان یک دقیقه و میریم به قالب بین‌المللی نگاه میکنیم. آمار سازمان ملل نشون میده که محبوب ترین مقصدی که آدم دزدها میان و معمولا آدم ها رو به اونجا میرسونن چند تا کشور هستن که معمولا درش متاسفانه انسان ها رو به عنوان کالا خریداری میکنن. یکیش تایلند هست که میدونید که خیلی از کسایی که در اروپا و غرب هستن برای اینکه بخوان برای فحشا با بچه‌ها باشن به تایلند سفر میکنن. یکی ژاپن هست، یکی دیگه اش اسرائیل، بلژیک، هلند. میدونید در هلند اصلا در آمستردام قانونی هست فحشا و خودفروشی. البته قانونی هستش که من تا چند وقت پیش میدونستم، اگه اشتباه میکنم حتما تماسی بگیرید. در آلمان، در ایتالیا و ترکیه و آمریکا، اینا کشورهایی هستش که مقصد نهایی هست که متاسفانه اینها رو میارن و اونجا میرسونن. یک چیزی میخواستم به پدر مادرها بگم، بچه‌هاتون رو مواظب باشید. ما بعضی وقتا میایم و دخترامون رو برمیداریم و این آرایش غلیظ بهشون میزنیم، بزک دوزکشون میکنیم، لباس گرون تنشون میکنیم، ازشون یه عروسک درست میکنیم، میخوایم بزنیم تو ویترین بگیم بله دختر منم قشنگ است، میبالیم به قشنگی بچه‌هامون. خب اشکال نداره، پدر مادر هستیم، لذتی بریم از زیبایی بچه‌هامون، ولی خیلی با مواظب باشیم که در جامعه زندگی میکنیم که جامعه فاسدی هست. پدر مادرها باید بیشتر هوشیار باشن. جان مری رمزی یه دختر خیلی کوچولوی آمریکایی بود که حدود 10-12 سال پیش، نمیدونم که شما بدونید که نه، وقتی که ملکه زیبایی دنیا هست، در آمریکا هم یک ملکه زیبایی وجود داره که درش دختر بچه های 4-5 ساله رو میارن و به عنوان خوشگل‌ترین و زیباترین عروسک دنیا اینها رو معرفی میکنن. خب یک خانواده هم بوده به نام خانواده رمزی در آمریکا که اینها دختر کوچکشون به نام جان بنی، این دختر خیلی قشنگی بوده، زیبا بوده، 4-5 سال هم بیشتر نبوده، این دختر رو بزکش میکردن، آرایش غلیظ، لباسه خیلی خوشگل شب مال بزرگ سالا. آخر سر اتفاقی که میفته بچه گم میشه، 24 ساعت بعدش جسد بچه پیدا میشه. هنوز که هنوزه پرونده بازه، نمیدونن که چرا همچه اتفاقی افتاده. مادرش به خاطر سرطان مرد پارسال و پدر هنوز که هنوزه میگه که من اگر میدونستم که چه عاقبت شومی برای من و خانواده من با این کوته فکری ما انجام میشه، هیچ وقت حتی اجازه نمیدادم که یک دونه رژ لب به لب بچه من بخوره. و چقدر ما باید به عنوان پدر مادرها مواظب باشیم که بچه های خودمون رو نیاریم بیرون در جامعه اینطوری نشون بدیم، بگیم من هم بچه‌م اینطوری هست. چرا؟ چون که جامعه کثیفی عزیزان، باید خیلی مواظب باشیم. اگر خود ما پاسبانی نکنیم از خانواده ما، کسی این کار رو به مسئولیت به عهده نمیگیره. بله. فرزاد عزیز از ایران، شما روی خط هستید برادر عزیزم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلام فرزاد. ممنونم از موضوع خوبی که اختصاص دادید امروز امشب به برنامه. ممنون از تماستون، بفرمایید. من یه سوالی داشتم، قبلش می‌خواستم در تایید کلام برادر عزیزم که اومدن در مورد اینکه ما باید پدر و مادرها باید مواظب پدر و مادرها باید مواظب باشن که دخترانشون رو با بزک و بزک بیرون نبرن، واقعا اینجوریه.
یعنی اصلا فلسفه حجاب رو که تو ادیان، تو همه ادیان به حجاب تذکر دادن به خاطر همین مسئله است. خب ولی بیاید، چون معذرت میخوام اگه اجازه بدید سوالی که خودم آماده کردم دو این مورد سوال کنم و اگه جوابش رو با استناد به کلام خدا واسم بگید خیلی ممنون میشم. سعی میکنیم. چشم. سوال من در مورد حقوق زنه، چون اصلا برنامه‌تون در مورد زن و دختره، میخوام اصلا سوال من در مورد حقوق زن باشه. بفرمایید. من وقتی که کلام خدا رو مطالعه میکردم به آیاتی از این کلام خدا رسیدم که واقعا منو به سوال وادار کرد و از چندین از خواهر و برادرم پرسش کردم، جوابایی شنیدم، خواستم جواب تکمیلی ببینم، جوابی که قانع کننده باشه واسه خودم از شما. و یکی از خواهرام توصیه کردن از برنامه شما بپرسم به خاطر همینه و الا جسارت نمی کردم غیر موردی از موضوع شما بپرسم. خواهش میکنم. اول رساله پولس 11 اما میخواهم شما بدانید. ببخشید آیه رو یه بار دیگه بگید. اول رساله پولس چه رساله؟ قرنتیان 11. بله بفرمایید. اما میخواهم شما بدانید که سر هر مرد مسیح است و سر زن مرد. آیه 0 پیدایش باب 3 و به زن گفت علم و حمل تو را بسیار افزون گردانم و با درد فرزندان خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد. بذار یه آیه دیگه هم بخونم چیز بشه مطلب ما بذارم. زن اگر فرزند پسر به دنیا آورد 7 روز نجس است و اگر فرزند دختر به دنیا آورد تا 14 روز 2 هفته نجس است. آدرس اینم لاویان فصل 12 آیه 1. حالا سوال من اینه، حالا در مورد سفر پیدایش، حالا این زنی که میاد با این درد و زحمت و مشقت یه فرزندی رو به دنیا میاره، ما عوض این که بهش جایزه بدیم بگیم این در مقابل اون نعمت و فضلی که از طرف تو وسیله و سبب شدی به ما برسه، فرزندی برای ما آوردی، یه جایزه بهش بدیم یا گل بهش احتفال. چرا نجس اعلام میشه؟ چرا نجس اعلام میشه؟ یکیش اینه که چرا حکم میایم به خاطر این کارش هم مرد و واسش حکمران قرار میدیم. یا همون تو قرنتیان اجازه بدید، همچنین تو قرنتیان هم اومده وقتی که پولس رسول میاد واسه اثبات قیام مسیح نام مردان زیادی رو معرفی میکنه و شاهدانی زیادی رو داره میشماره، تعدادش هم اگه خواستید عرض میکنم خدمتتون. خب ولی متاسفانه اولین شاهد قیام مسیح کی بوده؟ مادرش مریم بوده. چرا اسمی از این نمیاره؟ و آیات دیگری که نمیخوام زیاد وقت برنامه‌تون رو بگیرم، یا شواهد زیادی هم میتونم از قدیسان بیارم. خب اجازه بدید فرزاد عزیز به این سوالاتون یه پاسخ کوتاهی بدیم قبل از اینکه چون میدونی که سوالها زیاده، جوابهایی هم که برای این قرار باید داده بشه جوابهای خیلی وسیع هستش که البته فرصت نخواهیم که وسیع جواب بدیم، ولی چون میدونم شما بارها تماس گرفتید و مایل هستید به صورت زنده از تلویزیون یک پاسخی رو بگیرید، حتما یک جوابی رو بدم اگر اجازه بدید. یک توضیح کوتاه. البته ما این برنامه رو با برادرمون ساسان در مورد خدمت زن و رهبری زن داشتیم، تشویق میکنم اون رو هم حتما نگاه کنیم، ولی توی وبسایت ما این رو توی آرشیو داریم. ولی توی پاسخ سوالای شما من سریع میخوام برم به خاطر فرصت کوتاهمون، ولی میخوام پاسخ شما رو حتما داده باشم. ببینید توی کتاب لاویان وقتی که توی باب 12 در مورد نجس بودن صحبت بکنیم، باید برگردیم به یک حقیقتی که توی کتاب فکر کنم توی غلاطیان هستش، پولس رسول در عهد جدید این رو برای ما بیان میکنه و این صحبت اینه که تمامی آن چیزی که توی شریعت در عهد عتیق از عیدها، از تمام قوانینی که گذاشته بودن، تمام اینا سایه ها، آیات و نشانه هایی هستند که به یک حقیقت خیلی عظیمتر در عهد جدید که اتفاق میفته و اون عیسی مسیح دارن اشاره میکنن. پس اون چیزهایی رو که توی عهد عتیق به عنوان قوانین و قواعد قوم اسرائیل باید انجام میدادن، تمام اونها سمبولی بودن از یک حقیقت روحانی که و اصل روحانی که توی عهد جدید ما اون رو خیلی نزدیک لمس میکنیم.
در مورد نجسی صحبت کردیم در کتاب لاویان، بعد بدونیم که در این قسمت در واقع داره به آموزه گناه اولیه اشاره میکنه. این آموزه اینه که هر شخصی که هر انسانی که از آدم و حوا به وجود میاد تاثیر گناه آدم و حوا در زندگی او قرار داره. به این معنی هستش که وقتی که زن داره بچه رو به دنیا میاره و با اعلام کردن نجس بودن زن داره یادآور میکنه به قوم اسرائیل که از آدم و حوا ما به دنیا اومدیم، همه ما محکوم هستیم، همه ما گناهکار هستیم، و به یاد بیاریم که یک انسان گناهکار دوباره به دنیا اضافه شد، اعلام بکنه به نیاز ما، احتیاج ما به نجات دهنده. این خیلی توضیح کوتاه در مورد کتاب لاویانتون هست. در کتاب پیدایش باب سایه 16 که اعلام کردید که از لعنت هایی است که خدا اعلام میکنه، این رو هم باید توجه داشته باشیم که وقتی که اعلام میکنه خداوند به هوا که درد تو رو زیاد میکنم و اشتیاق تو بر شوهرت خواهد بود ولی او بر تو حکمرانی میکند، بعد اینجا فهم این آیه در فهمیدن کلمه اشتیاق هست که معنی اون چیه، که بعضیا فکر میکنن اینجا در مورد جاذبه و کشش جنسی صحبت میکنه، ولی وقتی که در باب چهارم کتاب پیدایش میریم، خدا به قائل میگه که گناه بر در هستش و اشتیاق تو رو دارد ولی تو بر او حکمرانی داشته باش. پس میبینیم اشتیاق داشتن در واقع کمین کردن و تسلط پیدا کردن هست. دو بار توی کتاب مقدس کلمه اشتیاق در این معنا به کار رفته است، یکی توی کتاب پیدایش باب 4، یکی کتاب پیدایش باب 3 آیه 16 هستش. با دانستن معنی این کلمه اشتیاق متوجه میشیم که ترتیبی رو که شما توی کتاب اول قرنتیان باب 11 آیه 3 اشاره کردی، خدا در باغ عدن برای انسان قرار میده، انسان مرد به عنوان رهبر روحانی و اجتماعی خانه و جامعه اعلام میشه، زن به عنوان معاونش که در محبت و در تساوی ولی در یک ترتیب روحانی خدمت میکنه، ولی در باغ عدن به خاطر گناهی که آدم و حوا انجام میدن این ترتیب در تنش میفته. هنوز همون ترتیب در برقرار هستش ولی زن نمیخواد این ترتیب رو رعایت میکنه و میخواد که خودش به عنوان رهبر روحانی اجتماعی قرار بگیره، ولی مرد در این قسمت چون این ترتیب و مسئولیت بهش داده برای اجرای این خدمت در تنش میفته با زن. این توضیح خیلی کوتاهی هست به این سوال بسیار زیبا و بسیار مهمی که شما عزیزان پرسیدید. فقط در مورد فرض عزیز در مورد حجاب هم که فرمودید، من به هیچ وجه عرضم در مورد این نبود که بگم که حالا همه بعد حجاب سرشون بکنن، دختر بچه‌ها بعد چادر مقنعه سرشون باشه. به نظر من، ببینید، من خودم شخصا دید من این هستش که حجاب و حیای زن و پاکی و فروتنی مرد میتونه یک جامعه مسئول رو به بار بیاره که درش لازم به نباشه که بخوایم همدیگر بپوشونیم، چون همه چیز از درون ما میاد. بنابراین عیسی مسیح همیشه به درون انسان نگاه میکنه، میگه اگه در درون تو چیز نیکوی باشه، چیزی که ازش میاد بیرون اونم نیکو خواهد بود. مشکل آن است که بگوید نه آنکه عطار بگوید. پس بنابراین بازم در مورد حجاب که فرمودید می‌خواستم اینا بازش بکنم که من نمیگم هم چیزی هست، ولی میگم که پدر مادر هم باید مسئول باشن، مواظب باشن که افراط و تفریط نداشته باشن در زندگی بچه‌هاشون. و فایبرجا این قسمتی که شما گفتین یک قسمت از به قول معروف یک بوده، همونطور که برادر عزیز در تلفن قبل از فرزاد گفتن، خیلی مسائل هست که دیگه خانواده رو مجبور میکنه به انجام یک سری کارهایی، مثل همین خیلی خیلی خوب اشاره کردن، فقر، طمع یا خیلی چیزهای مختلفی که میشه اشاره کرد بهش، اینا رو نباید نادیده گرفت. خیلی وقتا درسته مطمئنن هیچ پدر مادری خیلی مشتاق نیست که بچه هاشو در این شرایط قرار بده، ولی خیلی وقتا مجبور میشه. یعنی ما برای اینکه بخوایم جلوی این کار رو بگیریم باید خیلی عمیق‌تر و اصولی‌تر و پایه‌ای‌تر به این نگاه بکنیم. خیلی مسائل دیگه باید در کنار این حل بشه که این موضوع رو لاقل به حد اقلش برسونیم. اگه مثلا در ایران، من دارم همینطور دارم فکر میکنیم، اگر در ایران یک گروهی جمع بشن که انسان دوست باشن و یک دونه یتیم خونه باز بکنن که در اونجا بچه های بی بضاعت از گوشه کنار خیابون جمع بکنن و بیارن اونجا بهشون یک آشیونه بهشون بدن، تحت تغذیه درست باشن و تحت، یعنی حتما لازم نیست که ما دست و دست بذاریم بگیم دولت کاری انجام بده، دولت داره سعی میکنه کار خودش رو انجام بده، من به این امید هستم، ولی انسان ها اگه ما دست به دست همدیگه بدیم چه بسا بتونیم که کشور خودمون رو آبادتر بکنیم. ولی از چی شروع میشه؟ از قلب، از خانواده، از شهر و به کشور میرسه. یک چیز عملی و عمقی در ضمیر ماها باید انجام بشه عزیزان، که بدونیم که ماها هممون احتیاج به همدیگه داریم و بیش از اینکه به همدیگه احتیاج داریم به معرفت خدا احتیاج داریم، که بدونیم چه چیزی نیکو هست چه چیزی اشتباه هست.
دقایقی بیشتر به پایان برنامه نمونده، تلفن داریم، خواهش میکنم میخوایم تلفن رو بگیریم، فقط کوتاه و مختصر بفرمایید که فرصت به همه بشه و با هم ادامه خواهیم داشت. کیارش عزیز از تهران شما روی خط هستی، برادرم بفرمایید. سلام، سلام خیلی سلام، مرسی از تماستون. از خدمتتون یه سوال داشتم، اگر لطف کنید جواب خوشحال میشم. بفرمایید. گناه ما مردم ایران چیه که عقل داریم و میفهمیم؟ خب تعجب کردید. منظورم اینه گناه ما چیه که نمیتونیم حرفای شما رو در مورد مسیحیت قبول کنیم. حالا من خبر خوش به شما بدم کیارش جان، که کلام شیرین شکر، من میخوام به شما بگم که ما تشویقی که داریم از شما ایرانی داریم میگیریم خیلی اصلا ما هممون عجیب در تعجب موندیم. تعداد تلفن‌هایی که از ایران داره به ما میشه، فقط همین برنامه در عرض هفته میشه بالای 100 خورده هست عزیزان ایرانی که تشنه هستن و میگن ما فهمیدیم، مرسی که داریم ما میگید، ولی خب در خدمتتون هستیم، بفرمایید. همین بازم شما به اسم محبت که اسم شبکتون هست بدی یواشکی با ما دشمنی کنید، آب زیر کا باشید که نشد که. آخه ما غلط بکنیم همچه کاری بکنیم. کیارش جان واقعا تناقضی از این اسم طبقتون با کارهای، حالا من بگم سیاستکاری، کارهای مثلا نمی با پنبه سر بریدن بگم قشنگتر میشه. خیلی جالب این بحث قاچاق اعضای بدن هایتی توسط دولت آمریکا و ارتش آمریکا پس چیه؟ بله اونم هست. اونم بیان کردیم. آفرین، آفرین. بله. اونم به هیچ وجه ما انکار نمی‌کنیم. حرفتون درسته. و خیلی هم بدتره. از آمارش هم خیلی بیشتره. آفرین. من ممنون میشم از برنامه‌تون. خدا مرسی کیارش جان، ممنون. ما باور کنید بازم کیارش عزیز و دیگر بیننده های عزیز، خواهش میکنم بیایم موزه نگیریم در مورد این. ما هدفمون این نبود که خدا نکرده ایران ایرانی بخوام خراب بکنیم، نه، ما میخوام بگیم که در همه جا در این دردسرا زیاد هست، ولی چون که ایرانی هستیم پیش خودمون گفتیم که بیایم ببینیم که چیکار میتونیم ما برای جامعه خودمون انجام بدیم، برای ملت خودمون، ما دردمون برای ملت خودمون، برای آمریکا، اروپا. ویدیوی اولیه که ما پخش کردیم مثلا در مورد ایران صحبت نمی‌کرد، اروپایی برای اروپا فکر خواهند کرد، آمریکایی‌ها برای آمریکا. ما به فکر ملت خودمون هستیم، به فکر کشور خودمون، هر اون چقدر که میتونیم و اجازه داریم ما در این قسمت می‌خوام خدمت بکنیم. و باید به این برادر عزیز بگیم چون ما باور داریم که ایرانیای عزیز عقل دارن، برای همین چنین برنامه‌های ساخته و لایق بهترین هستن، و اینکه واقعا بهتر از اینا می‌بینید که درک میشه، فهمیده میشه. مرسی برای اینکه نظرات خودتون عزیز هستی، خیلی راحت و رک میگید. حسن عزیز از ایران بفرمایید، ما فرصت زیادی نداریم، خواهش میکنم مقدار سریع تفرق بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلام به شما، مرسی از تماستون، بفرمایید. من سال اساسی داشتم از ایران بازمتون میشم، من یه سال و نیمه که از دین خودم یعنی مورا نشدم که بخوام بگم برگشتم، قلبمو به حضرت عیسی مسیح دادم، تا حالا خوابهای بسیاری برای خدمت کردن به عیسی مسیح از اهم از این که من خواب دیدم توی این کلیسا مثلا دارم خدمت میکنم، خیلی چیزا دیدم که منو شاید سوق میداده برای تسلیم شدن در برابر روح القدس یا حضرت عیسی مسیح. ده. حالا سوال اساسی من اینه که کتاب مقدس میفرماید که ذات خداوند ما یعنی خدای پدر سه تا هست، پدر، پسر، روح القدس. خب من میگم که من یه مسلمون زادم دیگه، الان میخوام مثلا قبض روح بشم، میخوام بمیرم، اصلا خدا تصمیم گرفته من مسلمونو مثلا قبض روح بکنه، آیا از عیسی مسیح یا روح القدس اجازه میگیره که منو قبض روح بکنه؟ چجوریه؟ سوال خیلی خوبیه، سوال خیلی خوبی هست. من فقط اینو برای شما بگم خیلی سریع یه مقدمه میگم، بعدش ادوین جان و جلفن جان میتونن ادامه بدن. حسن عزیز، عیسی مسیح در این مورد صحبت میکنه، میگه که ای کاش سرد بودی، ای کاش داغ. منظورش این هستش که یا واقعا با من باش، یا اگه با من نمیخوای باشی تکلیف خودت رو درست بکن، به خدا میگه به من نیست، به خودت راست باش، ولی اگه ولن باشی تو رو از دهان خود قی خواهم کرد. خیلی خیلی بزرگ صحبت میکنم، از دهان خودم تو رو توف میکنم بیرون، یا داغ باش یا سرد باش، یکی از این دوتا رو باید انتخاب بکنی.
من سوال متأسفانه متوجه نشدم. ایشون میگن که هم مسلمان هستن و هم مسیح رو قبول کردن در زندگیشون. حالا اگر بخوان اگه خدای نکرده ایشون زمانی فوت بکنن، وقتی که فوت میکنن چگونه از طریق آیین مسیحیت؟ شما پاسخ خیلی صریح گفتی، فقط میخوام یک جنبه دیگه شما من خدمتتون بگم. شما نمیتونید دو تا جهان بینی رو که با هم نقطه مشترک ندارن رو در عین حال بپذیرید. این تناقضی هستش که در منطق به وجود میاد. شما نمیتونید ایمان مسیحی رو بگید من به 100% باور دارم، در این حال بگید زرتشتی هستم، در این حال بگید مسلمان هستم و بهایی هستم، چون اصولی رو که کتاب مقدس به ما معرفی میکنه 100% به اصولی که ادیان دیگه به ما ارائه میدن در تضاد است. پس فکر میکنم شاید در درک و فهمتون از ایمان مسیحی یه مقدار بیشتر باید فرصت بذارید که بدونید که واقعا چه چیزی رو میگه که مایل هستیم تو این قسمت شما رو خدمت بکنیم. خب اگر موافق باشید بریم یک ویدیو رو ببینیم، در مورد هفته آینده است برخواهیم گشت و دقایق آخر رو با شما خواهیم بود. هفته آینده در پژواک، داستان زندگی سونیا، بحث هفته، جایگاه ادبیات فارسی در کلیسا. خب جایگاه ادبیات شیرین قشنگ فارسی در کلیسا، بچه به نظر شما جایگاهی داره یا نداره؟ حتما جایگاه داره و من خیلی علاقه پیدا کردم. من مقاله آخری رو که در مورد بحثایی که چند هفته گذشته داشتم سعی کردم تا اونجایی که میشه فارسی رو پاس بدارم. حالا میشه بشه بگم ایزا متاسفانه دوستان عزیز مسیحی ما، در بعضی از جامعه های مسیحی ایرانی یک عقیده وجود داره که میگن که فرهنگ فارسی یک چیز مال دنیای اسلام هست که اونو دارن اجازه نمیدن که وارد کلیسا بشه. به نظر ما این کار اشتباهیه. دقیقاً. ولی میخوام هفته دیگه در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. ما فکر میکنیم که حافظ و سعدی و مولانا جا دارن در کلیسا نه. و چقدر اینها میتونه مکمل بیان مسیح باشه. و از شما میخوام دعوت بکنم در عرض این هفته ما تماسی بگیرید، ما بگید که نظر شماها چیه. فیسبوک، یوتیوب، وبسایت، ایمیل، تلفن تماس بگیرید تا هفته دیگه بتونیم با دیگران در این کتابی گرفتم از دکتر دهقان تفتی و در مورد همین مسئله اشعار صحبت میکنه و همین مسئله رو مطرح میکنه و توی نامه‌هایی که یا توی این گاهنامه‌هایی که خودش میداد و خیلی هم دور و بر شعر میگشت این رو مطرح میکرد. خیلی خیلی جالب، از دل این برادر داره صحبت میکنه که شعر جایگاه خیلی مهمه توی ایمانه توی ما ایرانیان مسیحی داره و بعد اون رو واقعا تبلیغ کرد، تشویق کرد که مردم کتابای اشعار رو بخونن و برای برگردن به تاریخ فرهنگ خودمون که از کجا آمدیم. واقعا این تمدن ما توی شعر هم باستاب بله. پیدا کرده، اون رو مطالعه بکنه. و فقط هم حرفمون این نیستش که بگیم که حالا بیایم ببینید. دو تا قسمت مختلف وجود داره. این بحث هفته آینده هست، بیشتر بازش می‌کنیم. یکی این که در کلیسا جا داره که عزیزانی که شعر قشنگ فارسی بلد هستن، حالا چه شعر نو باشه و چه شعری که استایل مال حافظ باشه، باید در کلیسا جا داشته باشه و سرودهای جدید نوشته بشه. ولی اجازه بدیم که فرهنگ غنی فارسی هم در این کلیسای ایرانی جا داشته باشه و در نبنده میگیم که فقط موسیقی های غربی یا خارجی گیتار باشه. سنتورتو بیار در کلیسا، کمانچتو بیار، ستارتو بیار، تارتو بیار، اون آواز قشنگتو، دستگاه ها رو در ماهور و در بیات ترک بیار در کلیسا شروع کنم بخوندن. ولی نظر شما چیه؟ هفته آینده میخوایم در این مورد صحبت بکنیم. حتما برنامه زندگی ما پنجشنبه هفته آینده در خدمتتون هستیم. شما باشه که در خدمتتون باشه. دیگه این دستگاه ها رو که دیگه گفتید من دیگه اصلا باهاش آشنا نیستم. من چند وقت من خیلی اشتباه کردم، تا الان اینقدر فرصت ندادم به موسیقی های سنتی. عاشق موسیقی های سنتی ایرانی شدم و تا زمانی که یکی از این سنتورو تار یکی میزنه از رادیو میشنه اصلا دلم استاد شجریان دارن میان، حتما برید کنسرتش رو نگاه کنید. من تبلیغ نمیخوام بکنم، بعضی هم حتی ممکنه بهم ناراحت بشن میگن یعنی چی داره تبلیغ میکنی مردم برن کنسرت؟ چرا نه، چیزی که فرهنگی باشه خوب هست، باعث برکت هست، میتونیم بریم اونجا. من به شما بگم به استاد شجریان حدود 2 سال پیش یه دونه انجیل هدیه دادم، نمیدونم ایشون خوندنش یا نه، ولی دعا میکنم که خونده باشن. خب برادر عزیز خیلی احساساتی نشین، احساسات برای هفته بعد در مورد شعر و ادبیات. ما شما رو تا برنامه آینده به خدای بزرگ میسپاریم و باز با ما در تماس باشین. ایمیل، فیسبوک، ما در خدمت شما خواهیم بود. تا هفته آینده شما دست پر از فیض مسیح میسپاریم. شب شما خوش.